البته بسیار زیاد خوش هستم که با یک جمع از دوستا در اینجا هستیم. البته این برای من اولین تجربه است که به جای دعوت شوم به سخنرانی. تقریبا 53 سال عمرم است ولی ما در هیچ سخنرانی تا بال اشتراک نکردیم. در طول عمرم همی اولین بار است و نظر و خواهش دوستا که ما پذیرفتم و بیاییم با شما، یعنی تجربه ما در رابطه به سخنرانی ندارم. درست است که ما استاد پانتون هستم، معمولا با درس ها مصروف بودیم، در صدها ورکشاپ اشتراک کردیم، در کنفرانس های مختلف اشتراک کردیم. به خاطر ارائه نتایج تحقیقاتی که صورت گرفته، چه خوب بود که اگر این برنامه هم شکل دیزاین می شد که ما یک دو سه ماه قبل در جریان قرار می گرفتیم و یک تحقیق را، البته من در مورد انواری صاحب چیزی نظر نمیتم، اونا متخصص حقوق بشر هستن، ولی من خودم شخصا درست است کمیشنر کمیسیون حقوق بشر هستم ولی متخصص مشخص مسائل حقوق بشری نیستم. یعنی من بیشتر متخصص بخش حقوق انتخاباتی یا حقوق سیاسی هستم که البته اون جزی از حقوق بشری است ولی از دید بیشتر حقوق اساسی من آشنا هستم. نظر با اجندایی که با من شریک ساختن، البته یک سلسله مطالب را دیدگاهی را با شما شریک می‌سازیم. اگر سوال یا جواب سوال مطرح بود تا حد توان خود جواب خواهد دادم. البته امروز حضور ما در اینجا به نمایندگی از کمیسیون حقوق بشر نیست، بلکه من حیث یک شهروند، من حیث یک استاد پانتون کابل با شما اینجا هستم. البته قسمی که انوری صاحب در مقدمه من مطرح کردن که ما اگر نظر اندازی کنیم به تاریخ بشر، بشر همیشه در طول تاریخش در سراغ ای بوده که چطور میتونه آرام زندگی کنه، چطور میتونه که در یک فضای صلح و آرامش بسر ببره. و ما در طول تاریخ شاهد هستیم که به خاطر رسیدن به صلح تلاش های زیاد صورت گرفته. در این تلاش ها صورت در مجموع تلاش شده که از طریق توسل به مکاتب فکری، به دیدگاه ها، نظریات مختلف اینا توسل بجویند و کوشش کردند که به خاطر رسیدن به صلح اینا از او استفاده کنند. ولی ما شما میبینیم که این تلاش ها ثمر نداشته، به خاطر از این که هیچ یکی از این راه ها که به تنهایی بتانه ما را به طرف صلح برسانه و یک صلح که صلح باثبات و یک صلح که واقعا صلح پایدار باشه منتج نشده. چنانچه ما شما در تاریخ شاهد منازعات مختلف، جنگ های مختلف بین مذاهب مختلف، بین ادیان مختلف، بین گروه های مختلف بودیم که همگی سبب تلفات بیشماری از انسان ها شده. انسان ها حیات خود را در نتیجه این منازعات، در نتیجه این جنگ ها از دست داده. و تا قبل از جنگ جهانی دوم سوال مطرح نبود در این رابطه که یعنی شناسایی و توجهی به این وجود نداشت که حقوق بشر چی ارتباط با صلح میتونه داشته باشد و رعایت حقوق بشر چطور میتونه که اثرگذار باشه به خاطر تامین صلح در یک جامعه. ولی زمانی که سازمان ملل متحد تأسیس شد و تاکید سازمان ملل و مخصوصا منشور سازمان ملل متحد بر صلح و حقوق بشر و تامین و ترویج و حمایت از حقوق بشر سبب شد که اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل بگیره و در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید جدی را در ارتباط با حقوق بشر و حقهایی را که انسانها باید داشته باشند صورت گرفت. البته قسمی که شما میفهمین در اون مقطع زمانی یک اجماع کلی بین کشورهای جهان به خاطر رسیدن به یک کنوانسیون بین المللی یا کنوانسیون های مرتبط با حقوق بشر وجود نداشت، ولی به مرور زمان آهسته آهسته بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر کنوانسیون های حقوق بشری که امروز به نام منشور حقوق بشر یاد میشه و در پالویش یک تعداد کنوانسیون های دیگه شکل میگیره و اینا به وجود میآید. خب اگر ما شما نظر اندازی کنیم میبینیم که نقض حقوق بشر یک عامل بسیار مهم برای منازعه در کشورهای مختلف دنیاست و امروز تجربه در مجموع ثابت ساخته در کشورهایی که در اوج حقوق بشر نقض میشه منازعات به شکل بسیار جدیش و به شکل بسیار پیگیرش ادامه داره و گروه های مختلف در اونجا درگیر هستن که ما اگر نظر اندازی کنیم میبینیم که تجربه کشورهای مختلف جهان نشان میده که در هر جایی که در اونجا
حقوق بشر به صورت دقیقش رعایت نشده و در اوج خشونت موجود است. چی حقوق بشر به شکل ساختاری، چی به حقوق بشر به شکل فرهنگی اگر نقض شده، این برای ما نشان میده که سبب منازعه بوده. ما و شما اگر بریم تجربه کشورهای مختلف دنیا را ببینیم، میبینیم که امروز کشورها در مجموع تلاش به این دارند که با از طریق حقوق بشر اینا به صلح برسند. یعنی حقوق بشر با منازعه، با نیازهای سیاسی، با تحول منازعه، با صلح‌سازی ارتباط مستقیم داره و ما به خاطر این که در یک جامعه به صلح با ثبات برسیم، ما به تامین حقوق بشر، به ترویج حقوق بشر، به نهادینه ساختن حقوق بشر در او جامعه نیازمند هستیم. اگر ما شما این موضوع را به صورت مستقیم با کشور خود نظر اندازی کنیم، طبعا که قبل از دوره طالبا ما شما شاهد یا در تاریخ در مجموع خواندیم که موارد بسیار جدی نقض حقوق بشر در این کشور صورت گرفته. بعد از دوره طالبا، یعنی بعد از سال 2001 اگر ما شما نظر اندازی کنیم، بعد از سقوط دوره طالب نظام سیاسی نوین در افغانستان شکل گرفت و این نظام سیاسی جدید سبب شد که جامعه جهانی توجه بیشتری به افغانستان داشته باشه و حضور بسیار به اصطلاح گسترده جامعه جهانی و سرازیر شدن کمک‌ها برای افغانستان. تصور به این بود که باید در افغانستان یک نظام دموکراتیک شکل بگیره و حقوق بشر به شکل بسیار خوب تامین شود و مردم بتانن از حقوق و آزادی های خود به شکل خوب مستفید شوند. ولی ما میبینیم که یک سلسله گام های در مجموع گذاشته شده، یعنی شکلگیری قانون اساسی در افغانستان یا تصویب قانون اساسی و بر مبنای قانون اساسی شکلگیری یک نظام جدید و در مجموع ساختار نهادهای فرمانروا در افغانستان و یک سلسله تلاش هایی که در مجموع دولت به خاطر تامین حقوق بشر در افغانستان انجام میده و از اونها ما نمیتونیم انکار کنیم. یعنی ما اگر بعد از سقوط دوره طالب نظر اندازی کنیم، میبینیم که واقعا گام های بسیار خوب به خاطر حقوق بشر در مجموع صورت گرفته. اگر ما شما نظر اندازی کنیم، میبینیم که دولت در عرصه آموزش، در عرصه صحت و در عرصه ارتباطات یک سلسله موفقیت هایی را داشته و پیشرفت های خوب در این عرصه ها صورت گرفته. اما در برخی زمین های دیگه اگر ما شما نظر اندازی کنیم، میبینیم که دولت موفق نبوده. به طور مثال، یک مثال در رابطه با کارآفرینی اگر ما شما بخواهیم که ارائه کنیم، میبینیم که دولت در این عرصه موفق نبوده. در قسمت تامین امنیت اگر نگاه کنیم، میبینیم که در دولت در رابطه با تامین امنیت که یک حق اساسی بشری انسان‌هایی که در یک جامعه زندگی میکنن هست، موفق نبوده. به می ترتیب اگر ما شما موضوع عدالت را نگاه کنیم، زدودن فقر را نگاه کنیم و به می ترتیب مبارزه با فساد و حاکمیت قانون را نظر اندازی کنیم، در مجموع میبینیم که دولت در این عرصه‌ها به شکل خوبش موفق نبوده. ای که چرا دولت در این عرصه‌ها موفق نبوده، ما میتونیم عوامل مختلف را برای این یادآوری کنیم. یعنی یک سلسله عوامل مختلف در مجموع سبب شده که دولت با وجود امکانات خوبی که از لحاظ مالی و اقتصادی در اختیار دولت قرار گرفت، در این رابطه موفق نباشه. به طور مثال، ناشنایی مردم ما با حقوق بشریشان خودش یک عامل بوده که ما نتانستیم در عرصه حقوق بشر پیشرفت خوب داشته باشیم. فساد اداری و پیچیدگی در بافتای اجتماعی کشور دلیل دیگه بوده که مانع تحقق و تامین و ترویج حقوق بشر به شکل خوبش در افغانستان شود. پایین بودن سطح فرهنگی جامعه عامل دیگه که مانع تحقق حقوق بشر در افغانستان شده. شناخت ناکافی جامعه جهانی از واقعیت‌های جامعه افغانستان و این خودش یک عامل بوده که معمولاً برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته برنامه‌ریزی هایی بوده که شکلی بوده، بنیادی نبوده. کارهایی که باید به شکل بنیادی به خاطر نهادینه شدن حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری در افغانستان صورت بگیره، بدبختانه صورت نتونسته بگیره. دیگه برخی نارسایی ها در نحوه مدیریت و رهبری امور کشور هم از جمله عوامل است که
سبب شده تا نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه پیدا کنه و وضعیت حقوق بشری مردم در عرصه حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی به شکل خوبش پیش نره و تغییرات بسیار گسترده و عمده را ما در بعد از سقوط طالبان در افغانستان شاهد نباشیم که اینا همگیش و مخصوصا یک سلسله موارد نقضی که از طرف مخالفان دولت در مجموع صورت گرفته در مناطقی که تحت تسلط اونا قرار داره و یا چی در داخل مناطقی که تحت تسلط دولت قرار داره، این سبب میشه که وضعیت بدتر و خرابتر و خرابتر شود. یعنی در افغانستان حق زندگی بشر به عنوان اساسی ترین حقش که باید انسانهایی که در این خطه و در این سرزمین زندگی میکنن از این حقوق برخوردار شوند، بدبختانه که اینا از این حقوقشان برخوردار نشدن. به این ترتیب اگر ما شما یک سلسله موارد دیگه یا حقهای دیگه را هم نظر اندازی کنیم، میبینیم که در این چند سال اخیر به شکل شاید و باید او حقوق را مردم ما مستفید نشدن. البته ای به این معنا نیست که دولت توجه نکرده، کار نکرده، ولی یک سلسله عوامل در مجموع مانع شده که اونمو حقوق به شکل جدیش تامین نشه. به طور مثال حق کار، حق تعلیم و تربیت، صحت، زندگی مناسب، تامینات اجتماعی، امنیت، ازدواج و اینا که ما شما یادآوری کردیم، از اینا که ما شما بگذاریم، مخصوصا یک سلسله حقوق اجتماعی که ما و حقوق اقتصادی که ما باید داشته باشیم از اونا برخوردار نشدیم. یک سلسله تحقیقات را هم که در مجموع کمیسیون حقوق بشر سالانه در ارتباط با حقوق اقتصادی اجتماعی نشر میکنه، اینا آکی از ایست که تامین حقوق بشر در کشور با چالش های بسیار جدی مواجه است و مردم در سطح بالایی از حقوق بشریشان برخوردار نیستند. به طور مثال حق کار یا حق اشتغال و یا به می ترتیب اگر ما شما نظر اندازی کنیم، بیکاری یک موضوع بسیار جدی در جامعه ماست و مردم ما در یک سطح بسیار بالای به اصطلاح بیکار هستند و این بیکاری خودش سبب میشه که اشخاصی که بیکار هستند اونمو نیازمندی های اولی خود را تامین کرده نتانند. اونا دسترسی به آموزش نداشته باشند، به غذا و پوشاک لازم نداشته باشند و بالاخره خود را اونا در یک موقعیت بسیار پایین و در یک حالت کاملا منزوی میبینند. یک نوع کمبینی و دلشکستگی برای افراد در مجموع با وجود میآید که یک این موضوع سبب میشه که یک تنفر در اینا ایجاد شود، یک تنفر در ارتباط به اجتماع، یک تنفر در ارتباط به جامعه، یک تنفر در ارتباط به دیگرها و حتی یک تنفر در ارتباط به خانوادهشان که خودش سبب میشه که در جامعه جنگ استمرار پیدا کنه، ناامنی و ارتکاب جرایم به یک حد بسیار بالای شکل بگیره و با وجود بیاید. اگر ما شما کشورهای دیگه دنیا را یا مخصوصا کشورهای پیشرفته جهان را نظر اندازی کنیم، اگر در سطح بیکاری در اوج به حد 15 یا 20 درصد برسه، یک وضعیت نارامی کاملا در اوج حکم فرما میشه، تشویش بسیار بزرگ در اوج جامعه یا در اوج عوامی با وجود میاد. ولی اگر ما در افغانستان با اونا مقایسه کنیم، میبینیم که سطح بیکاری در اینجا از 50 درصد هم بالاتر است. تلفات ملکی، بیکاری، حکومتداری ناسالم، فساد اداری، ناامنی، فقر، گرسنگی، کیفیت پایین خدمات آموزشی و مخصوصاً کیفیت تحصیلات عالی و شاخصهای نقض حقوق بشر در کشور ما هستند که در جامعه ما حقوق بشر نقض میشه و به صورت دوامدارش یه ادامه داره. و در مجموع مطالب را که ما یادآوری کردیم به این معنا نیست که گویا ما مردم افغانستان شایسته این حقوق نیستیم یا ما از دیگر ملت‌های دنیا فرق داریم. ما مردم افغانستان شایسته تمام حقوق و آزادی‌هایی که سایر افراد که در کشورهای دیگه دنیا زندگی می‌کنند، در مجموع ما شایسته حقوق هستیم که باید مانند سایر مردم جهان از این حقوق مستفید شویم. ولی بدبختانه یک سلسله عوامل در مجموع سبب شده ما وقت میتونیم که از این حقوق در مجموع مستفید شویم که یک اراده فردی و یک اراده جمعی شکل بگیره. یعنی به این معنا که هم افرادی کشور من حیث شهروندان فعال خود را احساس کنند، خود را در رابطه با مسائل
کشوری، چی مسائل اجتماعی، چی مسائل اقتصادی، چی مسائل سیاسی کشور خود را کاملا به اصطلاح بی‌تفاوت احساس نکنند، در تمام مسائل کشور خود را من حیث کسی که در این کشور زندگی میکنند، عمر خود را سپری میکنند و به شکل بسیار فعالش خود را احساس کنند و هم یک تعهد و اراده جمعی در این رابطه وجود داشته باشند. مخصوصا کسانی که در رأس قدرت در این کشور قرار دارند، اونا واقعا اراده داشته باشند و کسایی که اونا اثرگذار هستند در سیاست کشور، اونا واقعا اراده داشته باشند که بخواهند به خاطر توسعه، به خاطر پیشرفت، به خاطر حقوق بشر در این کشور مصممانه کار کنند. چیزی را که به زبان میگن عملا به خاطر اجرای زو گامهایی را بگذارن، واقعا قلبشان و زبانشان در مجموع یکی باشه. ولی بدبختانه ما میبینیم که بسیار کسایی در این جامعه وجود داره که بحث اونا بحث حقوق بشری است، صحبت اونا صحبت حقوق بشری است، کردار و رفتار اونا بسیار زیاد حقوق بشری است، ولی اگر به واقعیت امر برسیم که آیا اونا اراده به خاطر تحقق حقوق بشر، به خاطر حاکمیت قانون، به خاطر یک جامعه مرفه و آزاد دارن که بدبختانه ندارن. این موارد بدبختانه یک سلسله مشکلات را در مجموع در جامعه ما با وجود میاره که اینا همگی سبب میشه فاصله بین حکومت و مردم با وجود بیاید. روز به روز حکومت مشروعیت خود را در جامعه از دست بده، نه تنها در سطح ملی مشروعیتش پایان بره که در سطح بین المللی هم این با مشکلات در مجموع مواجه باشد. چطور میتونیم که ما این مشکلات را برش فائق بیاییم؟ چند مورد بسیار فشرده را ما یادآوری میکنم، بعد از او میشه که اگر سوالات باشه انوری صاحب و من در خدمت شما هستیم. یکی از جمله مسائلی که ما میتونیم با او تاکید کنیم است که دولت وظیفه داره که تا تعهدات جهانی حقوق بشری خود را به شکل دقیقش انجام بده. یعنی ما شما میفهمیم که امروز افغانستان من حیث عضو جامعه جهانی یک تعداد تعهدات در سطح جهانی داره با امضای یک تعداد کنوانسیون ها معاهدات حقوق بشری. دولت افغانستان ملزم است که حقوق را برای شهروندهایش رعایت کنه. پس اگر دولت در مجموع قوه اجرایه، مقننه، قضایه این تعهدات خود را به شکل دقیقش رعایت کنه، ما میتونیم که در یک وضعیت خوب قرار بگیریم. به می ترتیب ما و شما میتونیم در رابطه با نهادهای جامعه مدنی، رسانه ها و نهادهای آموزشی و پژوهشی و نخبگان و علما یادآوری کنیم. اینا هم مکلف هستند که در ارتباط به ترویج حقوق بشر، در رابطه با تقویت حقوق بشر تلاش کنند و واقعا رسالت را که اینا دارند به خاطر از او تلاش کنند. ما میبینیم یک تعداد کسا یا نهادهای جامعه مدنی یا نهادهای که اونا در عرصه حقوق بشری کار میکنه، حتی کمیسیون حقوق بشر هم میتونیم برش اشاره کنیم، یعنی کار اینا کار بنیادی، کاری که واقعا بتونه تحول را ایجاد کنه، کاری که بتونه در نهادینه شدن حقوق بشر موثر باشه، موثریت لازم را نداشته. البته به این معنا نیست که جامعه مدنی، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای دیگه که در عرصه حقوق بشر در افغانستان کار میکنه از موثریت خوب برخوردار نبوده. اگر اینا نمی بودن شاید ما در یک وضعیت بسیار بد و خراب در مجموع قرار می داشتیم، ولی در کل کاری که باید می شد انجام ندادیم یا انجام ندادن، که در مجموع خوب است که ما تلاش خود را به صورت بسیار هدفمند به خاطر ترویج حقوق بشر، به خاطر تقویت حقوق بشر انجام بدیم. و بالاخره مردم اما تو که یادآوری کردیم به خاطر نظارت، به خاطر حفاظت و ترویج حقوق بشر تلاش کنند. مردم نگویند که ما چی؟ دولت یا نهادهای جامعه مدنی تنها به اصطلاح در اینجا مکلف هستند که انجام بدن. نه خیر، ما هم من حیث شهروندان فعال کشور باید حقوق خود را شناسایی کنیم، به خاطر رسیدن به حق تلاش کنیم، به خاطر که اگر ما خود ما به خاطر رسیدن به حق و حقوق خود تلاش نکنیم و منتظری بشینیم که کسی دیگه یا دولت برای ما حق ما را تأمین میکنه، طبعا که ما با مشکلات و چالش های مواجه خود بودیم. پس بسیار خوب است که ما شهروندان این کشور هم به خاطر رسیدن به حقوق خود، هم حقوق خود را بشناسیم، هم به خاطر ترویج و تقویت حقوق خود تلاش کنیم و هم به خاطر تحقق حقوق خود ما مبارزه کنیم تا بتانیم که به حقوق خود برسیم.
بسیار زیاد تشکر. البته من نمیخوام زیاد صحبت کنم، اما که من بر شما گفتم من چندان با سخنرانی آشنایی خوب ندارم، اکثرا جایی که اشتراک کردیم کوشش کردیم که نتایج تحقیق خود را بیان کنم یا یک تحقیق دیگر را تحلیل و تجزیه کنم. بسیار زیاد تشکر است توجه شما. خب البته در ارتباط به سوال اول شما یادآوری کنم که ما در کمیسیون حقوق بشر بخش حمایت از حقوق زنان را داریم و مخصوصا بخش نظارت را داریم که اونا وقتاً فوقتاً نظارت‌های خود را در از این محلاتی که شما در مجموع نام گرفتین انجام میتن و گزارش‌های هم در رابطه با این موضوعات ما کار کردیم، مشکلاتی که وجود داشته با مقامات زیرب شریک ساختیم. ولی من به شما یادآوری کردم که در جامعه ما حاکمیت قانون به معنای واقعیش وجود نداره و این در مجموع سبب میشه که موارد ادامه پیدا کنه یا نقضایی در این رابطه وجود داشته باشه. باز به خاطر معلومات بیشتر شما، اگر شما علاقمند بودین، من نمبر واتساپ خود را میگذارم، باز میشه که شما تماس بگیرین. بعضی گزارش‌ها و کارهایی که ما انجام دادیم به خاطر که شما اونا را مطالعه کنین با شما میشه که باز اونا رو شریک بسازیم. و در رابطه با سوال دوم شما، در مجموع ما شما اگر از لحاظ حقوق بشری نظر اندازی کنیم، حق حیات یک حق بشری انسان هاست و در مجموع به اصطلاح نهادهای حقوق بشری مخالف به اصطلاح اعدام هستند که کمیسیون حقوق بشر هم در این رابطه هم نظر است با سایر نهادهای حقوق بشری، یعنی در مجموع ما در مخالف اعدام هستیم. ولی موضوع قصاص موضوع متفاوت از اعدام است که در دین مقدس اسلام موضوع قصاص را مطرح کرده و او موضوعی است که البته برمیگرده به قوانین جزایی کشور باز و اینمی حد میشه که من بر شما جواب بدم. متاسفانه افغانستان تجربه بسیار خوب نداره در زمینه حل منازعه و حل بحران و امور رقم امریکا. شما تاریخ امریکا رو که ببینین همیشه یاد داشته چطور جنگ آغاز کنه، با پرانگردن جنگ همیشه پایش لنگیده. در افغانستان هم متاسفانه ما یک تجربه کنفرانس بن حداقل داریم در 20 سال اخیر. من فکر میکنم افغانستان باز بعد از 20 سال وارد اومده یک مرحله است در عین شرایط قرار داره و متاسفانه ما درس رو ما نیاموختیم. اشتباهی که در کنفرانس بن مرتکب شد افغانستان و جامعه جهانی، حال در کنفرانس دو در قطر هم متاسفانه ما میبینیم. تمام بحث بر سر ازی است که چطور آدم ها جریان های سیاسی و کسایی که همیشه در افغانستان سهم داشتن در قدرت، همون مینستریم قدرت، اینا سهمشان حفظ شوه. متاسفانه تمام نراتیو در دو هم در بنم همی بود و فعلا هم همی است که کید از کجای این پروژه کلان حکومت سهم بیشتر میبرداره. صدای مردم 20 سال پیش هم شنیده نمیشد، متاسفانه آلا هم شنیده نمیشه و یک خطر بسیار جدی که وجود داره ای است که شما به یک توافق سیاسی برسین اما هیچ نوع اشاره‌ای به ریشه های بحران و جنگ نکرده باشین و این مسئله همیشه یک بمب آماده انفجار است که شما به محض که به صدای مردم به خواست قربانیان توجه نمیکنین و ریشه های جنگ درست بررسی نمیکنین، که البته یک پروسه بسیار طولانی است. نمیشه که در یک هفته در روز کنفرانس دوحه یا هر قدر که دوام کنه بررسی شه، اما حداقل انتظار که از حکومت میره ای است یا از حداقل از تیم مذاکره میره ای است که یک ذهنیت یک روایت را خلق بکنن در این زمینه که روایت تاریخ محور و روایت قربانی محور باشه، که اگر که فرضاً فردا این توافق صورت میگیره و حکومت شکل میگیره، قربانیان را که مردم در این 20 سال دادن، حداقل در این 20 سال دادن، این در کجای نظم جدید منعکس میشه و کسایی که مسئول بودن بر کشتار و قتل مردم
پس دوباره اینا میان در قدرت حاکم میشن و روی سرنوشت مردم حاکم میشن، یا یک مکانیزم از جوابدهی و حسابدهی هم در این مذاکرات سنجیده میشه. متاسفانه نگرانی های بسیار زیاد وجود داره و ما شخصا خوشبین نیستم واقعا که من این کنفرانس دوحه به نتیجه برسه، اما حداقل بهترین راه ممکن فعلا برای ما همی است که طرف های مناظر بشینن با هم گپ بزنن با توجه به این که توجه شود روی آینده مناظره و بحث قربانی. البته در این رابطه ما با انوری صاحب در مجموع هم نظر هستم، اگر ما شما نظر اندازی کنیم ریکرد سیاسی به خاطر رسیدن به صلح یک نتایج مثبت را نخواهد داشت. اما تو که ما شما انوری صاحب یادآوری کردن اگر پروسه بنا نظر اندازی کنیم اشتباهات را که ما در اونجا مرتکب شدیم از اون چیزایی را میاموختیم و حداقل میتونستیم که در این مرحله از اون به شکل بسیار مثبت و خوبش استفاده میکردیم، شاید نتایج بسیار خوب را به بار می آورد. و اگر این مباحثی که در مجموع صورت میگیره تاکیدش بر شناسایی و آسیب شناسی یک تعداد از عواملی که سبب به وجود آمدن بحران در افغانستان شده، عواملی که در افغانستان جنگ را دامن میزنه، عواملی که باعث خشونت در افغانستان شده، بالای موضوعات بحث نشه. اگر ما مانند گذشته ها همه چیز را باز در داخل لفافه ها نگاه کنیم و در تحت نام یک سلسله مسائل به خاطر این موضوعی را مطرح نکو یا به خاطر این موضوعی را مطرح نکو، به نظر من بسیار خوب است که همه مسائل بالای میز مذاکره بحث شود، بالای تمام مسائل به شکل بسیار جزئیش صحبت شود و مسائل به شکل بسیار بنیادی ریشه یابی شود و گام ها گذاشته شود. درست است که یک موضوع بسیار اساسی و مهم برای فعلا افغانستان موضوع آتش بس است. واقعا ما شما میبینیم که روزانه به صدها نفر زخمی و کشته میشن در این کشور، جوانا حیات خود را از دست میدن و در مجموع مردم ما با یک حالت بسیار جدی و بحرانی قرار دارن که یک تعداد در مجموع به می راضی هستن که در این کشور یک آرامش به وجود بیاید، یک صلح به وجود بیاید. ولی صلحی که عدالت محور نباشه، صلحی که بر مبنای عدالت شکل نگیره، صلحی که زمینی مشارکت همگانی را مساعد نسازه و عوامل بحران را شناسایی نکنه، میتونه در آینده مردم ما را با مشکلات مواجه بسازه. به طور مثال ما در نتیجه مذاکرات با یک نتیجه رسیدیم و یک ساختار در مجموع سیاسی شکل گرفت. اینه که میتونه تضمین کنه که ساختار یک ساختار با ثبات باشه. آینده باز بالای چوکی ها، بالای قدرت و بالای یک سلسله مسائل دیگه در مجموع درگیری های در داخل افغانستان به وجود نبیه. ما اگر این نظر اندازی کنیم در اینجا واقعا ایالات متحده امریکا به شکل که جدی که باید در این عرصه مؤثر واقعی میشد واقع نشده. اونا قسمی که شما یادآوری کردین بیشتر به این تاکید داره که منافع ما دیگر از افغانستان مورد تهدید قرار نگیره. این که بالای مردم افغانستان در مجموع چی خواهد آمد و چی شکل، این را میگذاره برای مردم افغانستان و این وقت است که ما مردم افغانستان واقعا باید بسیار هوشیارانه، بسیار زیاد مصمم و جدی عمل کنیم و در اینجا نقش مردم، نقش جامعه مدنی، نقش نهادهای مختلف به اصطلاح موثریت خود را داره که تا حد بتونه از این مسائل جلوگیری کنه. بسیار تشکر. حق با شماست، من با شما هم نظر هستم. خطر بسیار زیاد وجود داره. من با وجود از این که خوشبین هستم به یک نسل که در 20 سال در افغانستان رشد کردن، جوانایی که حداقل با یک طرز تفکر جدید آشنا شدن، رسانه ها فرزند، کتابخانه‌ای که ما امروز داریم، مراکز فرهنگی که داریم، یک پیشرفت بسیار زیاد از دوره طالبان نشان میده. منتها من بسیار نگران از این هستم که اینمی هسته که شکل گرفته در افغانستان، جوانایی که یک مقدار با فکر جدید آشنا شدن، چقدر اینا واقعا نیرو دارند که مخالف، که در برابر بازگشت طالبا و اون وضعیتی که ما 20 سال پیش داشتیم ایستادگی بکنن. یک خطر بسیار جدی وجود داره و به همون خاطر تاکید ما همیشه همی است که ما باید سرنوشت خود ما را و وضعیت را که فعلا باشه و راستیم جدی بگیریم. چیزی که در دوحه جریان داره، آجندهایی که در اونجا مطرح میشه، اصلا
عدم دسترسی کافی مردم به اطلاعات و تمام بحثایی که در پشت پرده صورت میگیره باید برای ما مهم باشه. یعنی ما نمیتونیم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشیم. از هر رای ممکن ما نیاز داریم که فشار بیاریم روی گروهی که در حداقل از طرف جانب افغانستان و حکومت افغانستان رفتن شرکت میکنن، که باید دسترسی به اطلاعات فراهم بکنن که ما بفهمیم دقیقاً چی میگذره در پشت درهای بسته در کنفرانس دو. و فقط میتونم امیدوار باشم که دوباره دوره سیاسی طالبان تکرار نشه و ای که ما چقدر حاضر هستیم که در این راه قربانی بدیم، من فکر میکنم آینده ما را تعیین میکنه. چقدر ما بس بر ما جدی است، چقدر بس شخصی میگیریم به خود ما. من مثلا حس میکنم که حاکمیت طالبان و نگاهشان به جامعه و قسمی که اونا میخواستن مردم رهبری بکنن یک توهین شخصی است بر من. و یعنی اگر ما شخصی بگیریم این مسئله را، تبدیل میشه به یک جنگ شخصی ما و تبدیل میشه به یک جنگ بقای ما. از اون خاطر من فکر میکنم هر قدر که ما در برابر ذهنیت طالبانی استاد شویم، امکان برگشت طالبان به اون شکلش کمتر میشه. اما نباید نادیده بگیریم خطرهای بسیار بالقوه وجود داره که یعنی بسته به این است که ما چه رقم در برابرش ایستادگی میکنیم. خب طرح معارف هم ما واقعا نمیفهمم که از کجا آمده این طرح. یک طرح بود که من همه گیره غافلگیر کرد واقعا. و من در این روزا میبینم که مقاومت های صورت گرفته، نظریات مخالف در برابرش مطرح شده. امیدوارم که نشه اینطور و امیدوار هستم که وزارت معارف بیشتر روی کیفیت مکاتب کار بکنه تا ای که پرتاب میکنه به گذشته و یک قدم عقب بره. باید یک مقدار بیشتر روی نصاب درسی کار کنه و کیفیت مکاتب بالا ببره. امیدوار هستم که این طرح عملی نشه. دیگه نمیفهم. ICC یک میکانیزم داره، یک اصل داره در کارشان و او است تنها در صورت ICC میتونه قضایا را در کشورها بررسی بکنه و به محکمه بکشانه که خود از او کشورها یا اراده سیاسی نداشته باشه، اراده لازم برای محاکمه او موارد نداشته باشن یا یک تواناییش نداشته باشن. یعنی این شرط وجود داره و تنها چیزی که مانع میشه ICC را که جرایم را که شما یاد کردین بررسی بکنم، همی است که کشورهای میزبان، کشورهای اصل مثلا امریکا یا استرالیا میگن ما اراده داریم که این مسائل خود ما بررسی بکنیم. ما دستگاه قضایی داریم و اراده‌ش هم وجود داره که ما اینو بکنیم. به همین دلیل دست ICC یک مقدار کوتاه میشه. به همین دلیل است که امترست نیست. امترست بله کاملا دقیق. بله کاملا دقیق. قسم کنوری صاحب گفت در صورتی که موضوع در طرف کشور مورد بررسی قرار نگیره و محاکم قضایی اونا این موضوع رو به اصطلاح پیگیری نکنن، در اون حالت باز ما میتونیم که به مراجعه کنیم با ICC. در صورتی که اونجا محاکم خودشان موضوع مورد بررسی قرار بده، اگر اونا بخواین تصمیم گیری داشته باشن که بررسی کنن، در اون حالت باز معمولا به اساس اونمو اساسنامه روم ما نمیتونیم مراجعه کنیم. در مجموع اگر ما نظر اندازی کنیم، مدافعین حقوق بشر در افغانستان واقعا از یک وضعیت خوب برخوردار نیستند. ما شما هر روز شاهد این هستیم که یک تعداد مدافعین حقوق بشر در مناطق مختلف افغانستان مورد تهدید قرار می گیرند، کشته میشن، زخمی میشن. حتی ما امروز شاهد هستیم که یکی از رسانه ها یک کارمندش در ولایت ننگرهار از بین رفت، مانند از این ده ها مورد دیگه. در این رابطه البته دولت افغانستان گام را گذاشته و یک کمیسیون مشترک را به اساس فرمان رئیس جمهور قرار است که شکل بگیره و روز شنبه فکر میکنم که به شکل رسمیش آغاز به کار میکنه و افتتاح میشه. امیدوار هستیم که در این عرصه ای کمیسیون مشترک بتونه گام های جدی و واقعی را
بگذاره که تا بتانه یک مقدار بالای شرایط که فعلا هست تغییرات به وجود بیاره. این هم باز برمیگرده به این که ما واقعا در چی حالتی از لحاظ سیاسی و از لحاظ امنیتی قرار خواهد داشتیم و تا چی حد واقع نگرادی جدی در این عرصه وجود داره. خب در این شما بر مصلحت جامعه را اگر میخواین بسنجین، این مصلحت بسیار یک مسئله پیچیده است. شما در هر کانتکست مشخص باید مصلحت جامعه را در اون مرحله بسنجید. حالا این یک دید اصلاحی را که من پیشتر توضیح دادم، امکان داره که یک دید باشه که به مصلحت جامعه بیانجامه در دراز مدت. اصلا زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی مردم یک امر پویا است. شما در هر زمان به خاطر رسیدن به مشکلات و نمو دوره تان راه حل های جدید می سنجید. اگر که در یک جامعه فرض کنه گذشته، سال قرن های گذشته یک مسئله جواب می داده، امکان داره که امروز جواب نده اون مسئله. امکان داره که دید ما با جرم شناسی فرق کرده باشه، امکان داره که ما خواستگاه های جرم دیگر رقم ببینیم امروز و به این نتیجه برسیم که شاید ادام راه حل نباشه. یعنی منظور ما این است که ما به خود ما این فرصت بدیم که به مشکلات امروزی نگاه امروزی داشته باشیم و ببینیم که آیا امکان داره که همین رای حل امروزی ما رو به یک وضعیت بهتر برسونه. یعنی من فقط میخواستم بگویم که چرا مخالفت وجود داره با ادام در نهادهای حقوق بشری. یکی که بر اساس خود یعنی اسناد حقوق بشری، شما حق حیات مهم است. مهمترین از حقوق اولیه انسان ها ایسته که کسی حق نداره که حق حیات شما را سلب کنه. و مورد دوم مسئله شکنجه است. ممنوعیت با شکنجه، خود اعدام نهایی ترین اشد مجازات است و مخالفت با شکنجه است. این مبنای اسنادش. اما بحث دیگر ربط میگیره به خود نگاه ما به مسئله جرم. شما مثلا یک دید وجود داره که اگر شما مجرم از بین میبرین، میکشین، شما کار نکردین برای خشکاندن ریشه های جرم، شما فقط یک آدم حذف کردین و امکان از اینکه یک آدم دیگه بره دوباره مجرم شود بسیار وجود داره. اما اگر شما اعدام نمیکنین، شما با اونمو آدم هم فرصت میتین که اصلاح شود. یعنی دید اصلاحی دارین شما به مسئله جرم، چون ما میفهمیم که جرم یک پدیده اجتماعی است. اگر کس از مادر مجرم زاده نمیشه، شما اگر که یک آدم زندانی میکنین، در زندان برنامه های آموزشی برو میتین، یعنی اصلا بحث میکنین سر مسائل جنایی و جرمی، کتاب میخونه، بحث میکنه و امکان از اینکه یک آدم تبدیل شود به یک آدم مثبت و مفید وجود داره. اما شما اگر که یک آدم میکشین، دیگه تمام امکان بر اصلاح را از بین بردین. و مورد دیگه موردی است که یعنی بهترین محاکم در دنیا از اشتباه خالی نیست. شما یعنی کیس های بسیار زیاد وجود داره اگر شما بخونید که آدمایی بودند که محکوم به اعدام شدن، 20 سال بعد از اعدامشان یک بازنگری شده دیدن که آدم مجرم اصلی نبوده. یعنی امکان از اینکه شما یک آدم بیگناه را بکشین و کار بکنین که اصلا بازگشت نداشته باشه، که نمیتونن شما یک آدم مرده را زنده بسازید. یعنی وقتی که بخاطر از اینکه از این خطا بخواین جلوگیری بکنین، بنان راه بهترش این است که اصلا کلا با اعدام مخالفت وجود داشته باشه. خانم خسرو توضیح بدید.